ساعت 10 شب تهران، 18:30 لندن هست. شنبه 24 دی ماه، نگاهی به سر خط خبرها. علت زمستان سخت اروپا، پمپ بنزین 24 ساعته بابل ریلی تعطیله. زمستان سخت ایران به دنبال بی‌تدبیری مدیران جمهوری اسلامی در تامین سوخت، تعطیلی مدارس و ادارات در شهرهای بسیار همزمان با افت فشار گاز در چند استان نفت سفید توزیع شد. واکنش‌ها به اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین علی شمخانی. بریتانیا گفت بزدلانه و وحشیانه است. فرانسه کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. آلمان گفت این یکی دیگر از اقدام‌های غیر انسانی رژیم است. گزارش ایران اینترنشنال از اعدام علیرضا اکبری، تازه‌ترین قربانی تصفیه حساب‌های داخلی و خارجی نظام، حذف صورت مسئله همچنان تنها راه حل جمهوری اسلامی. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. پیام ویدیویی گروهی از هنرمندان ایرانی خطاب به رهبران جهان، سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی را از کشورهایتان اخراج کنید. و برگزاری دهمین جشنواره فیلم ایرانی پراگ در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران. در حاشیه مراسم نهالی به نشانه ایستادگی جوانان ایرانی کاشته شد. خوش آمدید، الناز کیانی هستم. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین های خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی و واکنش‌ها به اون می‌پردازیم، علاوه بر چند خبر بین‌المللی. وضعیت بحرانی گاز در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. استانداری‌های تهران و آذربایجان و خراسان رضوی ادارات بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس را برای امروز شنبه تعطیل اعلام کردند. تعطیلی مدارس و ادارات در تهران و چندین استان فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد. گزارش‌هایی هم از فروش نفت سفید در برخی شهرهای ایران منتشر شده. گزارش‌های تصویری رسیده از پایتخت نشان می‌دهد در مناطق جنوبی تهران و شهرهای حاشیه‌ای گاز شهروندان قطع یا دچار افت فشار شده. آن سردی که آقای اوروجی وعده داده بودند رو بالاخره به چشم دیدیم. گاز قطع، برق قطع. به سلف قدیممون رو آوردیم به ببین پکیج کرسی. مدیر عامل شرکت گاز گیلان هم از تعطیلی جایگاه‌های سوخت CNG و صنایع این استان خبر داده و با اشاره به تداوم سرمای هوا در روزهای آتی اعلام کرده این محدودیت‌ها ادامه دارد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه‌های سوخت در شهر بابل و تهران هم خبر می‌دهد. بسیاری از شهروندان در تامین بنزین خودرو هم با مشکل مواجهند. روز 23 دی ماه، ساعت 10:23 شب بابل، به علت زمستان سخت اروپا، پمپ بنزین 24 ساعته بابل ریلی تعطیله. اروپا زمستان سخت اومد و پمپ بنزین بابل تعطیل شده. این هم از من نگهده گل و بود گل ما. این هم سومین جایگاه بنزینی که تعطیله. آقا الان ما چیکار کنیم؟ بنزین نداریم. چه مملکتی آقا؟ در پی کاهش شدید دما و تداخل در سیستم گازرسانی، مصرف کنندگان خانگی در بسیاری از شهرهای ایران با مشکل کمبود و افت فشار گاز مواجهند. مشهد شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر گاز قطع، هوا منفی 9 درجه. بی وجودترین موجود تاریخ آخوند. خاک تو سرتون کنن که نمیتونین گاز مصرفی خودتون رو تامین کنین. واقعا حیف، اسم حیوان روی شما گذاشتم. 24 دی گازه شهرک توحید سبزوار قطع شده، مردم دنبال بنزین نفت. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در سیستم سوخت‌رسانی در شهرهای مختلف ایران صفوف طولانی تشکیل داده برای رسیدن به پمپ بنزین‌ها. تصاویری ببینیم از بوکان که شهروندی به این اختلال اعتراض می‌کند. شنبه 24 دی، صفحه CNG، شهرستان بوکان، دولت نالایق.
پل اومده حدوداً 2300 متر میشه. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد در آمل گاز قطع شده. مدیر روابط عمومی شرکت گاز مازندران دیروز از احتمال قطع گاز در شهرهای رستم کلا، خلیل شهر، بهشهر، گلوگاه، آمل و بابل خبر داده بود. مازندران، آمل، توی خیاطی کار میکنم که دور تا دور مغازه پنجره داره، انقدر که هوا سرده مجبور شدم پرده رو بکشم و از صبح گاز قطعه. واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، داریم یخ میزنیم. همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده. محسن، آخرین تصمیمات مقامات حکومت چیه با تشدید بحران گاز؟ خب به نظر میرسه که این بحران الان هم در جنوب، هم در مرکز، هم در شمال کشور فراگیر شده. در آخرین تصمیمی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شد به نقل از وزارت کشور، این که در پایتخت یعنی تهران بخش خصوصی و بخش دولتی همزمان برای روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. این تعطیلی‌های پی در پی در روزهای گذشته در آخرین ساعات روز قبل داره اعلام میشه، همچنان داره ادامه پیدا میکنه و به نظر میرسه که بخش‌های مختلف از کارخانجات و صنایع گرفته مدارس و دانشگاه و مراکز آموزشی، نهادهای دولتی و حتی میشه گفت مراکز ورزشی و در امروز میشه گفت که به مراکز دیگه مثل نانوایی ها حتی کشیده شده این قطع گاز و داره بحران ایجاد میکنه برای هم زندگی مردم، هم در سطح جامعه برای زندگی اجتماعی اونها. در استانهای شمالی اعلام کردن مقام های شرکت گاز که به دلیل قطع سوپ گاز با ترکمنستان در واقع مشکل فشار گاز داره تشدید میشه و در بیش از نیمی از استانهای ایران در واقع مدارس و دانشگاه غیر حضوری شدن یا اعلام شده که ادارات هم با آخر ساعت کارشون رو آغاز خواهند کرد. به نظر میرسه که این تصمیمات به صورت دستپاچه داره اعلام میشه، بحران برنامه‌ریزی وجود داره و این بحران هر روز داره عمقش بیشتر میشه و زندگی مردم بیش از پیش داره تحت تاثیر قرار میده. گفتی بخشی از زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده، بیشتر برای ما اینو بازش بکن. خب میشه گفت که مشاغل، وقتی مردم روز بیرون میان و میخوان با مشاغل یا در واقع تامین نیازهاشون اقدام بکنن، نانوایی ها رو داشتیم امروز که اعلام کردن که به دلیل کمبود گاز شیفت پخت نان در عصر و شب متوقف میشه، فقط صبح و ظهر در برخی از استان ها پخت نان اتفاق خواهد افتاد. یا از گلخانه ها و مرغداری ها خواستن که سوخت جایگزین پیدا کنن. ویدئوهایی که نمایش داده شد دیدیم که در برخی شهرها نفت سفید و گازوئیل داره توزیع میشه، مردم صف بستن در سرما برای دریافت سوخت جایگزین. یا در گزارشایی که به صورت شهروندی به ما ارسال میشه اینه که در ساعاتی از شب بدون اطلاع قبلی گاز یا برق مردم داره قطع میشه در منازل و این حتی امکان حادثه رو هم برای مردم ممکنه افزایش بده. سران حکومت، سران سه قوه جلسه گذاشتن، سعی کردن که تصمیماتی رو اتخاذ بکنن برای رفع این بحران، ولی اون چیزی که به نظر میرسه ادامه و تشدید و تعمیق این بحران است، در حالی که در ماه‌های گذشته مقام‌های ایران قول داده بودن که مشکلی در زمستان برای تامین سوخت نداریم و این اروپاست که زمستان سخت خواهد داشت. مقام‌های سپاه پاسداران اومدن اروپا رو مسخره کردن، در واقع گفتن که با زمستان سخت مواجه میشین. روزنامه مثل روزنامه کیهان اومد گفت که در اروپا روی آوردن به سوزاندن مدفوع گربه و یا حتی بسیج اومد حرکات نمایشی انجام داد، هیزم گذاشتن بله جلوی خیلی از مراکز که ما به اروپا کمک خواهیم کرد، ولی حالا کل کشور در واقع به نحوی درگیر این بحران مدیریت و برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد کرده و در میشه گفت خصوصی ترین لحظات زندگی مردم در خانه های اونها، حالا حتی در گرما داشتن برق و نیازهای اساسی با مشکل. ولی یه کار خوب بلدن، نام کری خانی و رجس خانی. بله، پروپاگاندای قوی که داشت. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم اینجا در استودیو همراه ما. علیرضا اکبری در فایلی که به ایران اینترنشنال رسیده گفته تحت شکنجه و مواد روانگردان مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده. رسانه‌های وابسته به حکومت اکبری را از نزدیکان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کردند. به نظر می‌رسد که راه حل جمهوری اسلامی برای حل هر مسئله تنها استفاده از ابزار اعدام باشد. مشابه با محسن گزارش می‌دهد. فصل تازه ای از مستند راز بقا در جمهوری اسلامی. علیرضا اکبری تازه ترین قربانی تصفیه حساب های داخلی و خارجی نظام. فرصتی برای کنار زدن علی شمخانی یا نشان دادن ضرب شست به بریتانیا به خاطر تحریم سپاه پاسداران. سری که در بازی تاج و تخت بالای دار رفت. یک روز پس از آنکه مجلس عوام بریتانیا خواستار آن شد
که سپاه پاسداران سازمانی تروریستی اعلام شود، جمهوری اسلامی معاون پیشین وزارت دفاعش را با اتهام جاسوسی برای لندن اعدام کرد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت او قرار بود صبح پنجشنبه اعدام شود. داستان علیرضا اکبری، شهروند 61 ساله ایرانی بریتانیایی، چهارشنبه به سرخط رسانه‌ها راه یافت. زمانی که خانواده‌اش از طریق بی بی سی پیام آیت الله ها را به دولت انگلیس رساندند و گفتند او به اعدام محکوم شده و برای ملاقات آخر به زندان فراخوانده شده. در این بین وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای مدعی شد علیرضا اکبری یکی از مهمترین عوامل سازمان جاسوسی بریتانیا MI6 در ایران بوده. در این بیانیه گفته شده اکبری به برخی دستگاه‌های حساس نظام دسترسی داشته و از این طریق اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی بریتانیا منتقل می‌کرده. انتشار فیلمی با عنوان اعتراف‌های علیرضا اکبری تلاش‌های نظام برای تکرار یک سناریوی دستمالی شده بود. اعتراف اجباری علیه خود. او در فایلی که به دست ایران اینترنشنال رسیده می‌گوید تحت شکنجه اعتراف کرده. بیش از 3500 ساعت منو با شکنجه و داروهای روانگردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و سایکولوژیک اراده منو صرف کردن، منو تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردن، هر آنچه که خواستن به من القا کردن، به من تلقین کردن با زور اسلحه و با تهدید به مرگ منو مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردن. چند روز پیش امواج مدیا، رسانه نزدیک به لابی‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خبر محاکمه اکبری را منتشر کرد و نوشت این پرونده در راستای ماجراهای انتقال رهبری در نظام به جریان افتاده. پیشتر یک منبع در سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفته بود دلیل صدور حکم اعدام برای اکبری اختلاف در سطوح بالای امنیتی نظام برای کنار زدن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است. در رسانه‌های ایران علیرضا اکبری چهره نزدیک به شمخانی معرفی شده. او که مسئول پیشین سازمان نظامی اجرای قطعنامه 598 بود، در دوره ریاست جمهوری خاتمی که علی شمخانی وزیر دفاع شد، معاونت حوزه روابط خارجی این وزارتخانه را بر عهده داشت و مدتی هم مسئول حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع بود. اکبری که مدتی هم همکار شورای عالی امنیت ملی بود، سال 81 بازنشسته شد و اندکی بعد با تأسیس شرکت فعالیت در حوزه اقتصادی را آغاز کرد و با اقامت در بریتانیا تابعیت این کشور را هم گرفت. به گفته اکبری پیشتر هم وزارت اطلاعات به او اتهام جاسوسی زده. دستگاه امنیتی ایران پس از دستگیری اکبری در سال 98 از روش فریب برای ساختن سناریوی خود استفاده کرد. بنده به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در سال 97 سوالات علمی و کارشناسی ایشون رو و شورای عالی امنیت ملی رو در خصوص بحران‌های جامعه پاسخ دادم. وزارت اطلاعات خواست منو دستگیر کنه. در فیلم اعتراف اجباری اکبری از چند اسم خارجی مثل کیت و جورج به عنوان رابط خود نام برده، اما در فیلم پخش شده از صدا و سیما عکس یک نفر به عنوان افسر MI6 منتشر شده، فردی به نام اندرو دان. جستجو درباره هویت این فرد تا این لحظه نتیجه‌ای نداشته. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه، مطالبی علیه شمخانی منتشر شده بود، از جمله عدم رضایت خامنه‌ای از کمکاری دبیر شورای عالی امنیت ملی. در سند دیگر گفته شده بود که اصلاح طلبان با شمخانی دیدار کردند و علیه دولت رئیسی سخن گفتند. به نظر می رسد دستگیری و محاکمه علیرضا اکبری قرار بوده زمینه را برای برکناری علی شمخانی آماده کند. رئیس جمهور یا دبیر شورای عالی امنیت ملی در مقابل یه شیشه عطر به من اطلاعاتی داده که من اون رو به بیگانه بدم، چرا سبب که رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی هست رو احضار نمی کنید و از اونا بپرسید که چرا به خاطر یه شیشه عطر مملکت رو فروختن؟ پیشتر حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفته بود که به دلیل اختلاف رئیسی و شمخانی مدیریت دستگاه سرکوب را احمد وحیدی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور بر عهده گرفته. اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و از متهمان بمبگذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس که در ماه‌های اخیر با دستور علی خامنه‌ای فرمانده دستگاه سرکوب قدرت بیشتری پیدا کرده.
صابری نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان پیشتر خبر از برکناری قریب الوقوع شمخانی داده بود و از احمد وحیدی، مصطفی محمد نجار و سردار غلامعلی رشید به عنوان گزینه‌های دبیری شورای عالی امنیت ملی نام برده بود. به نظر می‌رسد اعدام علیرضا اکبری پروژه‌ای برای حذف شمخانی از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی بوده، جایی که در میانه از دست رفتن کامل مشروعیت نظام در جریان خیزش انقلابی، نیروهای سیاسی همچنان برای بقا می‌جنگند. نخست وزیر بریتانیا واکنش تندی به اعدام علیرضا اکبری نشان داد و آن را اقدام بزدلانه و بی‌رحمانه رژیم وحشی جمهوری اسلامی خواند. در تهران اما عضو شورای اطلاع رسانی دولت و مدیر مسئول روزنامه همشهری سفارت بریتانیا در تهران را لانه جاسوسی دوم خواند و به حزب اللهی‌ها برای حمله به سفارت خط داد، اتفاقی که 11 سال پیش در تهران رخ داد و به تعطیلی سفارت دو کشور در لندن و تهران انجام داد. اعدام علیرضا اکبری جدای از تبعات بین‌المللی‌اش آینه‌ای برای نیروهای باقی مانده وفادار به جمهوری اسلامی است. از روزنامه نگاری فرانسوی نقل است که انقلاب فرزندان خودش را می‌بلعد. جمهوری اسلامی طی 44 سال گذشته نه تنها فرزندان خودش بلکه فرزندان هر کسی را که دستش رسیده خورده. حکومتی که راه حلش برای هر مسئله‌ای فقط یک چیز است: جمهوری اعدام. مشتبه پور محسن، لندن. قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی خبر داد. علیرضا اکبری از چهره‌های نزدیک به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. این اقدام واکنش‌های بین‌المللی یه بسیاری رو به همراه داشته. در تازه‌ترین واکنش، جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در توییتی با برشمردن اقدامات متقابل در واکنش به اعدام اکبری گفته: ما رژیم ایران را مسئول می‌داریم. کلورلی سفیر بریتانیا در ایران را به طور موقت برای مشورت فراخوانده و تأکید کرده پاسخ ما به ایران محدود به امروز نیست و در حال بررسی اقدامات بعدی هستیم. امروز بریتانیا محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران را تحریم و کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم اعدام علیرضا اکبری را اقدامی بی‌رحمانه و بزدلانه توصیف کرد. سوناک در توییتی نوشت: اعدام مشاور پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی از سوی رژیمی وحشی انجام شده که احترامی برای حقوق بشر قائل نیست. سفیر ایالات متحده آمریکا در بریتانیا هم به این اقدام جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. جین هارتلی در توییتی نوشت: اعدام شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران هولناک و نفرت انگیز است. ایالات متحده در محکوم کردن اقدام وحشیانه با بریتانیا همراه است. قلب ما با خانواده علیرضا است. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم در توییتی نوشت: اعدام علیرضا اکبری یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی رژیم ایران است. ما در کنار دوستان بریتانیایی خود هستیم و به هماهنگی‌های نزدیک خود علیه رژیم و حمایت از مردم ایران ادامه خواهیم داد. فرانسه در اعتراض به این اعدام کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه اعلام کرد این کشور اعدام علیرضا اکبری در ایران را به شدت محکوم می‌کند و همبستگی کامل خود را با مقامات بریتانیایی اعلام می‌کند. فرانسه در این بیانیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که نقض مکرر قوانین بین‌الملل به ویژه در مورد رفتار با اتباع خارجی بی‌پاسخ نمی‌ماند. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار اصولگرا در توییتی خواستار اقدام گروه‌های فشار نظام علیه سفارت بریتانیا شده. گنجی در این توییت خطاب به کسانی که آنها را بچه حزب اللهی می‌خواند نوشته: نشان دهید که کارکرد سفارت بریتانیا در راستای سفارت آمریکا است و باید نامش را لانه جاسوسی دوم بگذاریم. گنجی کمی بعد نوشته که منظورش حمله به سفارت و تصرف آن نبوده است. همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم علی حسین قاضی‌زاده. علی حسین خوش اومدیم. این اعدام جمهوری اسلامی میدونیم همزمان بود با اقدامی که از سوی بریتانیا در مجلس عوام شاهدش بودیم. رأی دادن برای اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بزنن توی گروه تروریستی. تأثیر این اعدام رو بر اقدام کشورهای اروپایی دیگر چطور میبینیم؟ ببینید، از چند ماه گذشته در واقع بعد از اینکه
جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات مردم در پیش گرفت و به خصوص کمک‌هایی که در واقع به روسیه کرد، کمک‌های پهپادی که به روسیه کرد، یه تقابل آشکاری بود بین جمهوری اسلامی و اروپا، به خصوص بریتانیا که حمایت خیلی قاطعی از اوکراین به عمل آورده و طبیعتاً این مسیر هر روز داشت به سمت تقابل حرکت می‌کرد. بعد از اینکه در واقع افراد زیادی در اروپا به این فکر افتادن که باید سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، متقابلاً جمهوری اسلامی اقدامات متقابل شروع کرد. اول این خیزش انقلابی مردم ایران رو به بریتانیا نسبت داد، گفت که اصلا لیدرها از اونجا هدایت میشن، بعد اتباعی بریتانیا رو بازداشت کرد و در گام بعدی پرونده‌ای که شاید چند سال پیش شاید حتی به دلایل دیگری در جریان بود رو در واقع زمان خیلی خوبی بود که این خبر رو بیاره بالا و این پرونده رو به نقطه آخر و اعدام آقای اکبری برسونه. در واقع به نوعی پیامی رو رسوند به اروپا که اگر شما در واقع در مقابل سپاه پاسداران یا حتی از آن هم تندتر برید، یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره اینه که این تعداد زیادی از اتباع غربی که الان در زندان‌ها هست رو اعدام بکنه و تا این حد هم حتی جلو خواهد رفت. من اینو کاملا در این مسیر می‌بینم و یه چیزی هم که حتی میشه در موردش خیلی قاطع‌تر صحبت کرد اینه که آن سوی قصه اروپایی‌ها رو در واقع به این جنبندی رسوند که ماهیت این رژیمی که الان در ایران سر کار هست تا چه حد خطرناک هست و تا کجاها میتونه پیش بره. من فکر می‌کنم که نه تنها اروپا رو و بریتانیا مرعوب نخواهد کرد، بلکه اونها رو مستر خواهد کرد که در این مسیر به جلو حرکت کنند. اما علی حسین، پیشتر هم اسنادی از جنگ قدرت در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی به دست ما رسیده بود. فکر می‌کنی الان تاثیر این اعدام روی تغییر مناسبات قدرت و معادلات قدرت به چه شکل خواهد بود؟ بله، همونطور گفتیم ما اسنادی داشتیم پیشتر از اینکه یک سمت داستان رئیسی و وحیدی و سمت دیگر داستان شمخانی رو در واقع در یک جنگ قدرت نشون میداد. طبیعتاً این اعدام وزنه شمخانی رو ضعیف‌تر می‌کنه و هر حالی که از افراد نزدیک به اون رو اعدام کردند. اینکه علیرضا اکبری دقیقاً چه در واقع در چه پرونده‌هایی در نظام نقش داشت یا نداشته، شاید جزئیات کاملش رو ما نمی‌دونیم، اما می‌دونیم که این جنگ قدرت اون بالا وجود داره و نشانه‌های خیلی زیادی برش داریم که شمخانی رو میخوان از قدرت حذف بکنن. حتی پیش از این در واقع پرونده هم داشتیم، در خلال این پرونده هم رسانه‌های نظام بسیار اشاره کردند به این نقش شمخانی و اینکه این مسیر رو مسیری بر خاتمه حضور این فرد در قلمرو کردن، چیزیه که پنهانش نمی‌کنن و دارن میگن. به نظر میاد که شمخانی بیشتر از گذشته ضعیف شده و اون باندی که مقابلش در واقع به دنبال تصفیه نو هستن داره به سمت جلو حرکت میکنه. و کوتاه فرصت داریم، فکر می‌کنی مناسبات جمهوری اسلامی اروپا داره به چه سمتی پیش میره؟ من فکر می‌کنم که این مناسبات به سمت یک تقابل پیش میره، این تقابلی که در واقع از حتی پیش از این اعتراضات ایران هم حتی پس از شکست برجام نشانه هاش بود. این مسیری که در 3 ماه گذشته شد مسیریه که در واقع در نهایت اینها رو مقابل هم قرار داده. اروپا باید تصمیم قاطع بگیره و اون تصمیم قاطع احتمالاً در ادامه این تقابل های متقابل جمهوری اسلامی و اروپا به اینجا منتهی میشه که هم سپاه پاسداران درش قرار بگیره و همین که احتمالاً سفارت های جمهوری اسلامی در اروپا بسته بشه. متشکرم از علی حسین قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنون. در حاشیه دهمین فستیوال فیلم ایرانی پراگ به نشانه مقاومت زنان و مردان ایران، در درختی در این شهر کاشته شده. این نهال که توسط سوسن تسلیمی کاشته شد، سمبولی از جوانان ایرانی است که برای حق و حقوق خود به پا خواستند. کیمیا قربانی از پراگ گزارش می‌دهد. در یکی از پارک‌های شهر پراگ نهال چناری کاشته شد به نشانه مقاومت و برای همبستگی با جنبش زن زندگی آزادی. این نهال که از یکی از باغ‌های قدیمی شهر پراگ در واقع اهدا شده به این پارک توسط خانم سوسن تسلیمی، بازیگر سرشناس ایرانی و یکی از سیاستمداران مهم کشور چک، امروز در این پارک کاشته شد. در واقع فوق‌العاده است، برای اینکه خب اهالی چک خودشون تجربه به اصطلاح اشغال نازی ها بود، اینجا بعدش هم که اشغال شوروی گذشته بود و این تجربه رو دارن و به شکلی هم نزدیکم به ما از این جهت در زمان الان ما.
به قول مرو. و این درختو ما من همراه با خانم آنا شبتو با هم کاشتیم برای حمایت از مردم ایران، برای حمایت زنان ایران، نوجوانان ایران، دانش آموزان ایران، دانشجویان ایران و کل مردم ایران. از هر جایی هستن، هر قومیت هستن، هر زبانی هستن و هر دین و ایمانی هستن، اگرم بیدین هم فرقی نمی کنه، این حقوق بشره، در واقع حمایتی از حقوق بشره و حمایتی در کنار اون حمایت خیلی بزرگی از حقوق زن. کشوری که زنانش آزاد نباشن، اون کشور آزاد نیست. آزادی هم تفسیر و تعبیر نداره که مثلا یه گروه بگن آزادی از نظر ما اینه، آزادی از نظر ما اینه. زن یک انسانه و آزادی خودش رو یکسان با مرد میخواد. کشوری که زن در اون آزاد نیست، اون کشور آزاد نیست. خانم تسلیمی به این دلیل در واقع دعوت شده بودند به این برنامه، برای اینکه یکی از اولین زنانی بودند که در تاریخ ایران و بعد از انقلاب نگفتن به سانسور و به جمهوری اسلامی، چشم پوشیدن از خیلی چیزها و از کشور مهاجرت کردند، اما زیر بار این زور نرفتن. بله، کلمه خوبیه. خب وقتی که آدم به همه چی راضی ازش موافق میگه بله، ولی نه، کلمه فوق العاده در همه زبان ها. وقتی به عدالتی رو میبینی، وقتی ناحقی رو میبینی، وقتی یه چیزی رو میبینی که باش موافق نیستی، بگو نه 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 نه. تو وقتی میگی نه، کرامت انسانی خودت رو حفظ میکنی، توی وجدان خودت راحتی، میگه که من نگفتم چیزی رو که بهش قبولش نداشتم. اینه که ادامه بدی نه، چیزی که الان دارن میگن نه، و این واقعا قابل ستایشه. زنان جوان، نسل جدید میگن نه. روی پلاکی که بر چهارچوب این درخت نصب شده نوشته شده کاشته شده برای مردم ایران که بر علیه ظلم به پا خواستند و زن زندگی آزادی. کیمیا قربانی، پراگ. سری به اسرائیل بزنیم. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از تل آویو، جایی که گرد همایی احزاب، سازمان‌ها و شهروندان رو مشاهده می‌کنید. عنوانش هست مبارزه برای دموکراسی. رهبران احزاب مخالف مثل یائیر لاپید و بنی گنتس، نخست وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، همچنین رئیس حزب کارگر اسرائیل هم در این گرد همایی شرکت می‌کنند. یه تجمعات مشابهی هم هست در شهرهای دیگر غیر از تل آویو، مثل اورشلیم و حیفا. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از آنچه که همکنون در تل آویو در اسرائیل در جریان هست، با عنوان گرد همایی احزاب مخالف دولت اسرائیل و برای مبارزه برای دموکراسی. هم که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا دو دقیقه دیگه. ساعت 9 شب تهران، 19 لندن هست. نگاهی مجدد به سرخط خبرها. به علت زمستان سخت اروپا، پمپ بنزین 24 ساعته بابل رنین تعطیله. زمستان سخت ایران به دنبال بی تدبیری مدیران جمهوری اسلامی در تامین سوخت، تعطیلی مدارس و ادارات در شهرهای بسیار، همزمان با افت فشار گاز در چند استان نفت سفید توزیع شد. واکنش‌ها به اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین علی شمخانی. بریتانیا گفت بزدلانه و وحشیانه است. فرانسه کاردار ایران را در پاریس احضار کرد. آلمان گفت این یکی دیگر از اقدام‌های غیر انسانی رژیم است. گزارش ایران اینترنشنال از اعدام علیرضا اکبری، تازه‌ترین قربانی تصفیه حساب‌های داخلی و خارجی نظام. حذف صورت مسئله همچنان تنها راه حل جمهوری اسلامی. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. متشکرم. ایرا امبسادور فرام ایران. پیام ویدیویی گروهی از هنرمندان ایرانی خطاب به رهبران جهان. سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی را از کشورهایتان اخراج کنید. و برگزاری 10th جشنواره فیلم ایرانی پراگ در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران. در حاشیه مراسم نهالی به نشانه ایستادگی جوانان ایرانی کاشته شد. گروه
از هنرمندان ایرانی در پیامی ویدیویی از کشورهای جهان خواستند سفرایشان را از ایران فرا بخوانند و سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی را هم از کشورهایشان اخراج کنند. در این پیام هنرمندانی را می‌بینیم که به نمایندگانی از مردم ایران به زبان‌های گوناگون این خواسته را بیان می‌کنند. هنرمندانی چون شبنم طلوعی، مانا نیستانی، پرستو صالحی و احسان کرمی در این ویدیو شرکت دارند. اینه که سفارت خونه ندارن که مرکز نشت شهره. ببندی رفت خودتون رد بشن. Recall your ambassadors from Iran. Recall all your ambassadors and representatives from Iran. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. Pour la femme, la vie et la liberté. Sortez vos ambassadeurs d'Iran. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. متلکلا ارا امباسادور فرام ایران. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. They need to close the Iranian embassies and expel the Iranian ambassadors. Remove your ambassadors from Iran. سفراتون از جمهوری کثیف اسلامی بکشین بیرون. Recall your ambassadors from Iran. سفرهای خودتون از ایران خارج کنید. لطفاً سفرهای خود را خارج کنید. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. Love your ambassadors from Iran. سفیرهای خود را از ایران خارج کنید. برای حمایت از مردم ایران لطفاً سفرهای خود را از ایران خارج کنید. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. سفیرهای خودتون را از ایران خارج کنید. It is a time to recall your ambassadors. سفرهای خود را از ایران خارج کنید. Remove your ambassadors from Iran. پرستو صالحی بازیگر از ترکیه با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید خانم صالحی. از این اثری که تولید شد بیشتر برای ما توضیح میدی؟ انگیزه ای پشتش بود؟ درود بر شما و بینندگانتون. من اصولا خودم فکر میکنم که همیشه کار گروهی اثرگذارتر هست از کارهای که فردی اجرا میشه، مخصوصا در این مقطع زمانی که ما همگی مردم رو به همبستگی و اتحاد دعوت میکنیم. باید حتی الامکان خودمون هم این رو به نمایش بگذاریم و با هم همبستگی رو به صورت واقعی داشته باشیم، مخصوصا هنرمندان و چهره‌هایی که خارج از کشور هستن و خب این امکان براشون خیلی مهیاتر هست که در کنار هم تولید محتوا بکنن و انگیزه ایجاد بکنن برای مردم ایران و در واقع روحیه ببخشن به اونها. در واقع این جرقه همیشه تو ذهن من بوده و همیشه سعی کردم که این اتفاق جریان پیدا کنه و واقعا از همه هنرمندان خارج از ایران، از همه چهره‌ها تقاضا میکنم که برای ساختن ویدیوهای به این صورت به صورت گروهی ما رو یاری بکنن. و اینکه این پیام پیامی هستش که خیلی قابل اجراست و همینطور که میبینید امروز در اینترنشنال هم یکی از در واقع افرادی که در تشخیص مصلحت نظام هست عنوان کرده بودن، ابراز نگرانی کرده بودن که امکان داره که کشورهای خارجی سفراشون رو از ایران فرا بخوانن یا اینکه بالعکسش اتفاق بیفته. اینی که پس توی این روی این قضیه بسیار میشه مانور داد، کار کرد و این فکر می‌کنم یه مبارزه خیلی اصولیه و به صورت مداوم باید جریان داشته باشه و امکان پذیره، به خاطر اینکه دو بار در ایران این اتفاق افتاده که سال 58 زمان تسخیر در واقع سفارت آمریکا که در واقع سفرا برگردونده شدن به کشورهای خودشون و مورد دوم دادگاه میکونوس هست که در آلمان اتفاق افتاد و اون هم اتحادیه اروپا سفیراشون رو برگردوندن و در واقع یه جورای این کانکشن بین ایران و کشورهای خارجی از بین رفت. این امکان پذیره و فکر میکنم که بهترین شکل مبارزه همین هست برای ماهایی که خارج از ایران هستیم که اینها رو تحت فشار بذاریم با در واقع تولید محتوا، با فشار رسانه‌ای و به این صورت بتونیم که حداقل حرفمون رو به جهان برسونیم. چقدر فکر میکنید تولید چنین آثاری برای رسوندن پیام ایران به رهبران جهان موثره؟
من فکر میکنم به تنهایی با یک ویدیو و دو ویدیو نیست، من فکر میکنم این باید به صورت مداوم جریان داشته باشه و فکر میکنم کار گروهی قطعا تاثیرگذار تر هست تا اینکه ما هر کدوم به صورت شخصی بخوایم در صفحات خودمون استوری بذاریم، پست بذاریم و حالا این رو بگیم. ولی خب قاعدتا یک ویدیویی که دست جمعی اتفاق میفته خب جذابیت بصری داره و این همبستگی و اتحادی که بین اون افراد حالا سرشناس کنار هم هست خودش میتونه تاثیرگذار باشه. ولی من فکر میکنم تداوم این باید حتما وجود داشته باشه، وگرنه قطعا با یک ویدیو دو ویدیو این اتفاق نمیافته. ولی این با کار باید ادامه دار باشه و من فکر میکنم تاثیرگذار خواهد بود و یک فشار در واقع از سمت چهره های سرشناس و حالا کشورهای دیگه و پیام رو رسوندن. همطور که میبینین هالیوودی ها هم همین کار رو انجام دادن برای مردم ایران و یک ویدیوی دست جمعی در واقع ضبط کردن. پس قطعا یه همچین در واقع کنش هایی من فکر میکنم جواب میده. و یک چیز خیلی مهمتر این که مردم ایران این روزها احتیاج به روحیه دارن و احتیاج به این که این همبستگی و اتحاد رو خارج از ایران هم در بین هنرمندان و شهرها ببینن. این رو در میان مردم در خارج از ایران، یعنی ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستن، در راهپیمایی ها و تظاهرات ها به خوبی این همبستگی و اتحاد رو، این پیام رو به مردم داخل رسوندن. وقتشه که هنرمندان و چهره ها، ورزشکارا، تمام کسانی که خارج از ایران هستند هم این همبستگی و این پیام رو به مردم ایران به صورت نمایشی برسونن، به صورت تصویری و به صورت گفتاری، که بدون بگن که ما هم در کنار هم هستیم و ما شعار و ادای همبستگی و اتحاد رو در نمیاریم و در عمل داریم این رو زندگی میکنیم و پیش میبریم. سپاسگزارم از به حضور شما در برنامه. پرستو صالحی، بازیگر از ترکیه، با ما همراه بودند. جمعی از ایرانیان واشنگتن در ادامه حمایت از خیزش مردم ایران در میدان آزادی این شهر تجمع کردند. با همکارم نیلوفر رستمی در واشنگتن مستقیم همراه میشیم. نیلوفر، بیشتر بشنویم از این تجمع. الناس در ادامه هفته های اعتراضی ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا این هفته هم جمعی از ایرانیان همینطور که تو گفتی در اینجا در میدانی که معروف به میدان آزادی واشنگتن هستش دور هم جمع شدن. الان 5 دقیقه که این تجمع در واقع آغاز شده. این جمع قراره که بهش شیرین نشاد، یکی از هنرمندان شناخته شده ایرانی، و همینطور مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار که هر دو از نیویورک آمدن، به پیوند از سخنرانی داشته باشن. قراره همینطور برایان کاکس، هنرپیشه آمریکایی، پیام ویدیویی داشته باشه و خانم گوگوش هم قراره در این تجمع یک پیام صوتی رو ازش پخش بشه در حمایت از خیزش سراسری داخل ایران. این جماعت بعد از سخنرانی‌هایی که اینجا قراره ایراد بشه، قراره که برن به سمت در واقع ساختمان خزانه داری، ساختمان وزارت خارجه آمریکا، و بعد از اون برن به کاخ سفید. در واقع مقصد نهاییشون کاخ سفید هست، مقصدی که اکثر اعتراضات هفتگی شنبه های اعتراضی ایرانیان اینجا بوده. در تلاش هستن تا در واقع مقامات آمریکایی رو آگاه کنن به آنچه که داره در ایران اتفاق میفته. امروز هم اعدام دیگه‌ای صورت گرفته، در واقع از سال جدید میلادی این سومین اعدام هستش، اعدام علیرضا اکبری نزدیک به شمخانی و عضو پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران، که در واقع الان فرصت مناسبی هم هستش که ایرانیان صدای خودشون رو یک بار دیگه رسا به دولت آمریکا نشون بدن. همینطور قابل ذکر هستش که این اعتراضات به همیاری گروه NSG ایران، که گروهی از متشکل از ایرانیان هستن و ایرانی آمریکایی ها هستن، برگزار شده. نیلوفر، به اعدام علیرضا اکبری اشاره کردیم، در رسانه‌های آمریکایی هم انعکاس داشته. ظاهراً فرصت اینو نداریم که در موردش صحبت بکنیم. متشکرم از نیلوفر رستمی از واشنگتن دی سی همراه ما، ممنون. مرکز مطالعات ایران الهه امیدیار در تورنتو کانادا همایش زن زندگی آزادی آینده دموکراتیک ایران را برگزار می‌کند. این همایش به نقش زنان در این جنبش می‌پردازد. برای اطلاعات بیشتر مهسا مرتضوی از محل برگزاری این همایش با ما هست. بیشتر از تو بشنویم مهسا، هدف از برگزاری همایش چه است؟
الا سلام به تو و همراهان ایران اینترنشنال در دانشگاه تورنتو هستم، در سالونی که کنار من قرار گرفته. این همایش در حال برگزاریه، همایشی که تعداد قابل توجهی از چهره‌های آکادمیک ایران، وکلای حقوق بشر در اون شرکت کردن، میپردازن به موضوع گذار از این جنبش و اینکه چطور میتونیم به سمت یک آینده دموکراتیک در ایران پیش بریم و نقش زنان در این آینده دموکراتیک چگونه میتونه باشه. در طول این مدتی که سمینار و همایش در حال برگزاری بود، مروری شد بر نقش زنان در تاریخ ایران در دموکراسی و اینکه چگونه میتونه این نقش پررنگتر باشه در این جنبشی که به نام زن زندگی آزادی شناخته شده. از کسانی که امروز اینجا حضور دارن میتونم اشاره بکنم به خانم دکتر هما هودفر، آقای پیام اخوان که وکیل ارشد هستن در زمینه حقوق بشر، آقای توکلی که خودشون برگزار کننده این همایش هستن، کسی که سالهاست در زمینه مطالعات ایران در تورنتو فعالیت میکنن و به صورت هفتگی و ماهانه هم برنامه هایی در زمینه ایران اینجا انجام میشه، آقای رامین جهان بگلو. از چهره های سیاسی ایرانی علی احساسی قرار هست که بعدتر در این سمینار شرکت بکنه. پنل های مختلفی تشکیل شده تا به حال و همچنان این برنامه ادامه داره. نکته ای که صحبت می کردم با کسانی که در این سمینار شرکت کردند و ازشون سوال می کردم در مورد وضعیت فعلی ایران و این جنبش، نکته اساسی که به نظر من اومد که بسیار مهمه اینه که این انقلاب درون مردم شکل گرفته، انقلابی هست فرهنگی که باعث شده که در واقع طرز فکر مردم تغییر بکنه و حتی اگر حکومت سعی در سرکوب اون داشته باشه، با توجه به تغییرات فکری مردم که ایجاد شده، نسل جوانی که در این انقلاب شرکت کردن، این انقلاب قابل سرکوب نخواهد بود و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. همونطوری که گفتم پنل های مختلفی، میزگرد های مختلفی همچنان ادامه خواهد داشت. از سراسر دنیا افراد سرشناس جامعه آکادمیک ایران در اون شرکت کردن، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی، و 500 نفر هم در اینجا در ساعت های مختلف رفت آمد خواهند کرد و از این سمینار استفاده خواهند کرد. متشکرم از توضیحاتت مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا همراه ما، متشکرم. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده ایران اینترنشنال هستید. من ساعت 11 شب به وقت تهران مجدد با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبر.